سلام، امروز 8 جون 2021 هست که در خدمتون هستم. یه سری مسائل و سوالهایی رو مطرح کرده بودن دوستان و حالا بنابر شایع بودن این مسئله، من خواستم که امروز راجع به مسئله افسردگی و کمالگرایی صحبت بکنم و یه مقدار وارد جزئیات مسئله بشم. خب این خیلی شایع هست، خیلی از اوقات افرادی که به ما مراجعه میکنن با علائم افسردگی و در نهایت کار روان درمانی رو شروع میکنیم براشون، به این مسئله برخورد میکنیم که بسیار بسیار قضیه کمالگرایی تو این افراد قوی هست و خب ناچار میشیم که روی این مسئله کار بکنیم، در کنار حالا اینکه ممکنه لازم باشه دارو درمانی هایی رو هم این افراد داشته باشن. همه ما هر از گاهی ممکنه که دوره هایی از افسردگی رو توی زندگی خودمون تجربه بکنیم، بنابر اینکه چیزهایی رو از دست میدیم، عزیزانی رو از دست میدیم، روابطی رو از دست میدیم، کاری رو از دست میدیم توی زندگی خودمون، ممکنه که تجربه دوره هایی از افسردگی رو داشته باشیم که خب شدت و میزان اون میتونه برای افراد مختلف متفاوت باشه. گاهی وقتا حتی دیدن یک رفتار توی محل کار ممکنه که روی یک فرد خیلی اثر بگذاره و بتونه عملکرد روزانه اون رو به خاطر علائم افسردگی که در اون فرد ایجاد میکنه تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین خیلی از افراد ممکنه که توی شرایط بحرانی و یا بر اساس شکست هایی که تجربه می کنن تجربه هایی از دوره هایی از افسردگی رو داشته باشن. اصولا 3 نوع خلق افسرده رو مطرح می کنن به طور کلی توی افراد. 1 نوع خلق وابسته هست، 1 نوع خلق خود انتقادی هست و نوع دیگری از خلق، خلق مؤثر نبودن هست. یعنی فرد یک حسی از مؤثر نبودن رو تجربه میکنه. توی افسردگی از نوع خلق وابسته، فرد خیلی نیاز به کمک و حمایت دیگران داره. مثلا وقتی که توی شرایط خیلی بدی قرار میگیره، توی شرایطی قرار میگیره که اونچه که میخواد رو به دست نمیاره، یا مثلا یک امتحانی رو خیلی بد پشت سر میگذاره، خیلی دوست داره که با اطرافیان خودش، با خانواده خودش در ارتباط قرار بگیره، برای اینکه بتونه اون حمایت لازم رو توی اون دوره‌ای که احساس افسردگی رو تجربه میکنه به دست بیاره. خیلی از افراد هم هستن که توی این موقعیت‌ها انزوا رو تجربه میکنن، دوست دارن که منزوی بشن، ولی خب در عین حال، در حین اینکه دوست دارن انزوا رو تجربه بکنن، دلشون میخواد که حمایت دیگران رو هم داشته باشن. و خب خیلی وقتا میبینیم که توی این مواقع افراد دوست دارن حتی اگر شده که تماس تلفنی هم با یک دوستی داشته باشن، این کار رو انجام بدن برای اینکه حال بهتری رو پیدا بکنن. بعضی از افسردگی ها وابسته به خلق افسرده هست، به خلق خود انتقادی هست و فرد شروع میکنه به یک سری حملاتی به خودش، احساسات اندوهگینی رو تجربه میکنه و به دنبال اون موقعیت هایی رو که قبلا تجربه کرده و با این احساس اندوهگینی مرتبط هست رو دوباره مرور میکنه و دوباره بازسازی میکنه توی ذهن خودش. مثلا اگر که از یک قطع رابطه ای دچار افسردگی شده باشه، دائم اون رابطه رو مرور میکنه و مشکلات و خاطراتی رو که به دنبال این رابطه داشته تجربه میکرده رو دائما به یاد میاره. نوع دیگه ای از خلق افسرده مؤثر بودن هست. خب این که فرد توی اون دوره زمانی احساس مؤثر نبودن رو تجربه میکنه، یعنی حس میکنه که هر کاری میکنه نمیتونه تغییری توی شرایط به وجود بیاره، روی نتایج اتفاقات تغییری نمیتونه به وجود بیاره. خب توی این شرایط خیلی احتمال داره که فرد احساس بیپناهی و فقدان کنترل رو تجربه بکنه و به دنبال اون علائمی از افسردگی رو تجربه بکنه. مثلا اینکه نمیتونه روی نتیجه امتحانش تأثیر بذاره، یا نمیتونه روی شرایط مالی خودش تأثیر بذاره. اینها همه میتونه باعث بروز افسردگی توی فرد بشه. خب پس تجربه اندوه و افسردگی میتونه بخش طبیعی از زندگی باشه، اما گاهی بر اساس شدت و ضعف مسئله میتونه که باعث بشه که فرد
روی عملکرد روزانه و مدل زندگی اون تاثیر زیادی داشته باشه. خب بر اساس این مسئله ما دو نوع افسردگی رو معمولا مشاهده میکنیم. یک نوع افسردگی اساسی یا اصلی هست، یعنی در واقع به نام افسردگی اصلی یا اساسی یا افسردگی جدی هست. تو این نوع افسردگی معمولا فرد یک یا چند دوره از افسردگی رو تجربه میکنه و حداقل میزان اون مدت زمان اون 2 هفته هست و میتونه که طولانی مدت تر هم باشه، تا چندین ماه طول بکشه. معمولا فرد علاوه بر این که خلق افسردگی رو تجربه میکنه، ممکنه که تغییراتی توی وزنش ما ببینیم، توی خواب ببینیم، بیانگیزگی درش ببینیم، تمایل به گریه درش ببینیم، یا حتی اینکه لذت نبره از زندگی خودش، یا احساس بی‌ارزشی داشته باشه، احساس کمبود انرژی داشته باشه، تمرکزش مسئله پیدا کرده باشه، مسائلی توی تصمیم گیری داشته باشه که معمولا خب میبینیم این مسائل رو. حتی خیلی وقتا افکار خودکشی هم توی این افراد دیده میشه. معمولا توی دهه 20 سالگی خیلی این اختلال خلقی دیده میشه، اختلال افسردگی جدی یا اساسی یا اصلی دیده میشه، و علاوه بر اون توی هر سن و سالی هم دیده میشه، حتی توی بچه ها هم این علامت ها، این اختلال تشخیص داده میشه. خب بعضی از افراد توی دوره هایی از زندگی این اختلال رو تجربه میکنن، ولی علاوه بر این اختلال دیگه ای از نوع اختلال خلقی هم وجود داره که باز هم میتونه علاوه بر حالا این اختلال افسردگی اصلی یا اساسی یا جدی، اختلال دیستایمیک هم وجود داره که میتونه هر دوی اینها به افکار کمالگرایانه هم مرتبط باشه. تو اختلال دیستایمیک حداقل 2 سال فرد درگیر این علائم هست، ولی دائمی نیست. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرد دائما احساس بی انرژی بودن رو تجربه بکنه، ولی خب اندوه و افسردگی رو به مدت طولانی ما در این فرد خواهیم داشت. خب علاوه بر خلق پایین، باز هم بی انرژی بودن، بی انگیزه بودن، اعتماد به نفس پایین، تمرکز پایین، مشکل در تصمیم گیری، مشکل در روابط، وضعیت خواب، وضعیت وزنی، و اینها رو خب ما میتونیم توی فرد ببینیم. خب توی افسردگی جدی یا اساسی، دوره‌های افسردگی جدی به صورت کوتاه مدت و مجزا دیده میشه، اما توی اختلال دیستایمیک که خدمتون عرض کردم، معمولاً وضعیت، یعنی در واقع علائم، معمولا طولانی تر مشاهده میشن توی فرد. توی افسردگی جدی فرد میل و علاقش رو به عملکردهای روزانش ممکنه از دست بده و حداقل هم 2 هفته درگیر خواهد بود، و همینطور که گفتم توی دیستایمیک اینطوری نیست. یعنی اینطوری نیست که ما مثلا دائما در فرد این علائم رو مشاهده بکنیم، اما بیشتر روزها فرد این علائم رو داره. اصولاً شدت افسردگی توی اختلال افسردگی اساسی یا اختلال افسردگی جدی شدیدتر مشاهده میشه. خب عوامل مختلفی توی افسردگی اثر داره. ما قبلا هم راجبش صحبت کردیم. از جمله ژنتیک. معمولا خب دیده میشه که افرادی که توی خانواده هایی هستن که این اختلال دیده شده توی یکی از اعضای خانواده، 3 برابر احتمال اینکه این اختلال رو تجربه بکنن بیشتر خواهد بود. و خب عوامل بیولوژیکی دیگه مثل نوروترانسمیترها، انتقال دهنده های عصبی میتونن تاثیر داشته باشن. معمولا توی افرادی که دچار افسردگی هستن، نورپینفرین و سروتونین به میزان کمتری مشاهده میشه. هورمون ها میتونن تاثیر داشته باشن، وضعیت خواب فرد، اینکه چقدر فرد بتونه خوابش رو تنظیم بکنه، سوء مصرف مواد، سوء مصرف الکل، اینها میتونه تاثیر داشته باشه، اینکه کمتر فرد در معرض نور آفتاب قرار بگیره، گاهی وقتا کم بوده ویتامین دی هم میتونه باعث افسردگی بشه. اما عوامل روانشناختی، اونچه که ما باهاش سر و کار داریم، یعنی حالا علاوه بر اینکه اینها باید مد نظر قرار داده بشه و اینکه اگر لازم باشه بهش رسیدگی بشه، یه سری عوامل روانشناختی هم هستن که میتونن کاملا مؤثر باشن. از جمله اینکه فرد تحت تاثیر آزارهای فیزیکی یا جنسی قرار گرفته باشه، و یا اینکه حالا طلاق رو تجربه کرده باشه، بیکاری رو
باش مواجه شده باشه، هم ما میتونیم افسردگی رو در این افراد هم مشاهده بکنیم. علاوه بر این، افکار منفی که فرد داره هم میتونه توی بروز این مسئله افسردگی تاثیر داشته باشه. اینکه فرد معتقد باشه که هیچ وقت نمیتونه به اون چی که دلش میخواد برسه، اینکه فرد معتقد باشه که هیچ کس برای اون اهمیت قائل نیست، اینکه فرد معتقد باشه هیچ وقت نمیتونه کامل باشه، اینکه فرد هیچ وقت فکر میکنه که هیچ چیز براش درست نمیشه و یا فکر بکنه که هیچ وقت نمیتونه کامل باشه بر این اساس که فکر میکنه حتما باید کامل باشه. اینها میتونه افکار منفی باشه که فرد باهاش درگیر هست و بتونه علائم افسردگی رو در فرد به وجود بیاره. خیلی از افکار و باورهایی که مرتبط با کمالگرایی هستن میتونن اختلال افسردگی رو به وجود بیارن. حالا چه افسردگی دیستایمیک، چه اختلال افسردگی اساسی یا جدی رو به وجود بیارن. ما سنو در واقع کمالگرایی رو با هم راجبش قبلا صحبت کردیم. یک نوع کمالگرایی خودمدارانه هست که معمولا افراد توی این نوع کمالگرایی معتقد به ملاک‌های سطح بالا و غیر منطقی در مورد خودشون هستند. یک سری کمالگرایانه دیگر مدارانه هست که معمولا افراد باورها و استانداردها و ملاک‌های سطح بالایی رو راجع به دیگران دارن. و یک نوع کمالگرایی هم کمالگرایی اجتماعی هست که معمولا افراد معتقدن که باید شرایط خاصی رو، یعنی استانداردهای خاصی رو فراهم بکنن برای اینکه مورد تایید دیگران قرار بگیرن. دیده میشه که افرادی که درگیر کمالگرایی خودمدارانه و درگیر کمالگرایی اجتماعی هستن احتمال بیشتری هست که دچار افسردگی بشن. خب چرا که این افراد توی شرایط پرفشار و شرایطی که شکست رو تجربه میکنن یه سری ملاک هایی رو برای خودشون قرار میدن و از اونجایی که نمیتونن این ملاک ها رو برآورده بکنن بیشتر در معرض افسردگی قرار میگیرن. توی کمالگرایی از نوع خودمدارانه این وضعیت خیلی وسیع هست، برای اینکه این نوع کمالگرایی توی زندگی فرد پخش شده خیلی وسیعه و میتونه یک افسردگی رو به صورت وسیع توی زندگی فرد ایجاد بکنه و خب به طبع اثرات طولانی مدتری هم خواهد داشت. توی کمالگرایی از نوع اجتماعی فرد یه سری باورهایی داره و به دنبال این هست که اون استانداردها رو به وجود بیاره. خیلی وقتا دچار یأس و ناامیدی میشه به دنبال این کمالگرایی و خب افکار منفی رو در مورد خودش و در مورد دنیای اطراف خودش شکل میده و خب حس میکنه که اوضاع خارج از کنترل شخصی خودش هست و اعمالی که انجام میده خب به طبع اون رو بیشتر این وضعیت میبره به سمت افسردگی. اون چی که مشاهده میشه این هستش که افسردگی با گذشت زمان بهبود پیدا میکنه ولی کمالگرایی با گذشت زمان بهبود پیدا نمیکنه. برای همین هست که گاهی وقتا افرادی که فقط میرن به سمت دارو درمانی، یعنی میرن پیش پزشک تشخیص افسردگی براشون داده میشه، دارو درمانی رو شروع میکنن، اما به محض اینکه دارو درمانی قطع میشه در واقع دوباره ما یک بروز مجدد افسردگی رو مشاهده میکنیم. این دقیقا نشون دهنده این هست که ما با یک کمالگرایی روبرو هستیم، یعنی افسردگی مرتبط با افکار کمالگرایانه رو باهاش مواجه هستیم که طبیعتا فقط به وسیله دارو درمانی درمان نخواهد شد و قطعا ما نیاز به یک روان درمانی هم در کنار دارو درمانی برای فرد خواهیم داشت. خب پس افرادی که افکار کمالگرایانه دارن خیلی احتمال داره که توی شرایط فشارزا و یا توی شرایطی که شکست رو تجربه میکنن دچار افسردگی بشن. این اصلا عجیب نیست که افرادی که دچار افکار کمالگرایانه هستن درگیر افسردگی بشن. بین علت خب این که این استانداردهای بالایی رو که برای خودشون قرار میدن امکان برآورده کردنش رو نخواهند داشت و خب این ملاک‌های سخت و برآورده کردنش بعید هستش که در کوتاه مدت برای فرد به وجود بیاد و مرتفع بشه. خب و تجارب مکرر ناکامی و شکست و خب استرس‌های روزانه که دائما وجود داره و زندگی هیچ کس خارج از استرس نیست میتونه این وضعیت رو وخیم‌تر بکنه. بنابراین قطعا روان درمانی برای این افراد میتونه کمک کنه.
باشه. من سپاسگزارم از همراهی شما. اگر سوالی داشتید من در خدمتون هستم. میتونید در مسنجر فیسبوک برای من پیغام بگذارید یا به شماره 604-818-3071 برای من پیغام بگذارید، چه در واتساپ چه در تکست مسیج معمولی. دوستانی هستن که نیاز به جلسات مشاوره چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری دارن، میتونن با شماره من 604-818-3071 تماس بگیرن. دوستانی هستن که تحت پوشش بیمه های شغلی تکمیلی یا دانشجویی هستن، میتونن تماس بگیرن، من خدمتشون توضیح بدم چطور میتونن از این بیمه ها استفاده بکنن. دوستانی هستن که تحت خشونت خانگی قرار گرفتن، تحت پوشش برنامه سیبب هستن، میتونن با من تماس بگیرن و اینکه چطور میتونن از این جلسات استفاده بکنن بدون پرداخت هزینه تحت پوشش اون برنامه. دوستانی هستن که تحت پوشش بیمه تصادفات قرار دارن، ICBC، میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن، باز میتونن با من تماس بگیرن، من خدمتشون توضیح میدم. دوستانی هم هستن که تحت پوشش ورکسیف BC میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن، میتونن باز با من تماس بگیرن به شماره 604-818-3071. در خدمتون خواهم بود تا برنامه آینده که در مورد موضوع دیگه‌ای با هم صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون.